در مورد اینکه این سلسله در واقع مکتب تاریخی آلمان، میخوام اگر آقای دکتر توضیح بیشتری دارن در مورد اینکه این تفکر، عرض کردم آقای دکتر هم توصیف کردن، کامل تشریح کردن که به چه شکلی در آلمان شکل میگیره، در تقابل با کدوم اندیشه و در انتها میرسه به اینکه تئوریسین در واقع رژیم هیتلری بشه به یه نوعی و اقتصاد آلمان رو بهش دو تا در واقع وجه میده. دو تا در واقع ما چیز میبینیم در اقتصاد آلمان، یک وجهی که یک بودی که انگار پیشرفته است که اون بود زیرساخت‌ها و جاده و نظامیگری هست که بعداً کارشناس‌های آلمان که چون رضا شاه هم خیلی روابط خوبی ظاهراً داشت و همون هم ظاهراً میگن علت اشغال ایران بود، میان توی ایران هم عمدتاً به زیرساخت‌ها در واقع راه آهن و نمیدونم جاده و اینها میپردازن عمدتاً و این یکی از ابعاد یا اون چیزایی که وجهیه که در از اقتصاد آلمان میبینیم. وجهه دیگرش اون الزامات رشد اقتصادی هست، رشد اقتصادی پایدار، چون رشد اقتصادی رو ما یک متغیر کوتاه مدت نمیبینیم که بگیم دو سال سه سال رشد کرده بعد رشد اقتصادی جریانی است که باید در بلند مدت برقرار باشه و این مکتب در واقع در اون کاملا شکست میخوره. من میخواستم آقای دکتر شما اگه در مورد این جریان توضیح دارین این رو بفرمایید، بعد برسیم به اینکه آلمان چجوری وارد بعد از دوره پسا جنگ میشه، جنگ جهانی. بله بله. ببینید توی آلمان همون زمان هیتلر هم بعضی از اقتصاددانها، متفکرین، روشنفکرها به این نتیجه رسیده بودن که این مشکل هیتلر مشکل اقتصاد متمرکز خواهد بود در بعدش. اون که ارهارد شما اشاره فرمودید، ارهارد از اوناست. ارهارد خب زمان جنگ تو آلمان دیگه خودش میبینه منتقد بوده. بله بله منتقد بوده، تا ساکت بودن چون نمیتونستن اعتراض بکنن. بعد که جنگ تموم میشه، اتفاقا این نکته خیلی جالب هست که تمام جنبه های اقتصاد آلمان اقتصاد دستوریه، یعنی قیمت ها پایین نگه داشته شده به صورت تصنعی، قیمت بازار نیست. به همین دلیل قحطی بود اصلا قحطیه تا آلمان وقت، حالا بعد از جنگ میگم ها، آمریکایی ها که اومدن اونجا مستقر شدن در آلمان غربی و بسیار میترسن که قیمت ها رو آزاد کنن. قیمت ها رو آزاد بکنیم سر به فلک میزنه، مردم شورش میکنن، نمیدونم فلان میشه، به شدت مقاومت میکنن نیروهای اشغالگر آمریکایی توی آلمان. خب ارهارد ولی وقتی که وزیر اقتصاد میشه در آلمان، خب میبینه که آمریکایی‌ها روی این کار رو ندارن و ارهارد واقعا آدم بسیار، هم متفکر بزرگ و هم آدم بسیار شجاعی بود. در یک روز تعطیل، روز یک شنبه، اون برداشته شدن قیمت‌های دستوری را اعلام می‌کنه. البته دو سال بعد از جنگ ها، سال 47 همچنان نظام اقتصادی ما بود دیگه و آلمان با قحطی روبرو بود و با بدبختی. فقط کالاهایی که از آمریکا میومد توزیع می‌شد به صورت کوپنی در آلمان، اینجوری زندگی می‌کردن. ارهارد که میاد سر کار میگه اینطوری ادامه نمیشه داد، اقتصاد باید آزاد بشه و این رو در یک روز تعطیلی اعلام میکنه، میگه از فردا تمام شد، به جز موارد خاص بازار تعیین میکنه اقتصاد. البته دو تا اتفاق میفته بعد از این تصمیم ارهارد. اولا این آمریکایی‌ها به شدت مضطرب میشن، میترسن. چرا؟ چون این اعلام این کار با مقاومت عمومی روبرو میشه، تظاهرات میشه بر علیه دولت و فلان و اینها. خب هم چپ ها بودن اون زمان، هم طرفدارای آلمان بالاخره هیتلری بودن که میگفتن آقا قیمت آزاد یعنی چی؟ قیمت ها سر به فلک میکشه و این. ولی اون تفکر ریشه دوونده بود بین مردم.
و همچون آقای دکتر، قبل اینکه این در واقع اینجا رو ادامه بدین که اون من خواستم به اون مشخصه هایی که یا نتایجی که پیامدهایی که تفکر اون مکتب تاریخی و اینها در آلمان داشت و بقایاش که میمونه بعدن، مثلا اقتصاد ملی، یا مثلا فکر میکنم که بعضی از عبارتها و ادبیاتی که همچنان توی ما بعضا میبینیم حتی تو کشور خودمون مثل خودروی ملی مثلا وجود داره، اولین بار اونجا استفاده میشه. این کلمه فولکس واگن که اصلا استفاده میشه، معنیش ظاهرا خودروی ملی هست. بله بله، فولک یعنی ملت دیگه. بله بله، یعنی صنعت انگار برای جغرافیای خود آلمان تعریف شده بود، اون هم با حمایت و همین هم در واقع منابع رو کامل میبلعه، صنعتی که در واقع به صورت گلخانه‌ای میخواد درست بکنه. شاید تو نظامیگری درست جواب بده، ولی توی صنعتی که قراره به مصرف عمومی برسه جواب نمیده و به همین دلیل اینا گلخانه‌ای باقی میمونه. و میخواستم در مورد اون ادبیات و اینها هم اگر نکته‌ای دارین که بعد که منتقل میشه به این ور به همین دلیل با مقاومت مواجه میشه احتمالا. در تکمیل حرف شما یه بخشی هم از لیست بکنم بگیم خوب باشه. یه کتابی داره به نام خطوط کلی اقتصاد سیاسی آمریکایی و تو این ادعا میکنه که میگه کشاورزها شده نسل‌ها باید فقر رو بچشن، فقیر زندگی کنن که کالای غذای ارزون در اختیار کارگران صنعتی قرار بدن. این فکر کنم اینطوری هم بکنیم سوال خلاصه کنیم، این تمرکز زیاد روی صنعت، صنعتی شدنه که یه جورایی ما رو یاد مارکسیسم میندازه، یاد استالین میندازه که حاضر بود هر چیزی رو فدا کنه برای صنعتی شدن. این دلیلش چیه و آیا اصلا منطقی هست؟ تا چه حد درسته این نوع تاکید بر صنعتی شدن یک کشور؟ نه، این کاملا یه صنعت دستوریه دیگه، جواب نمیده، نتیجه نمیده. احتمالاً علتش همین عقده‌ای که شاید توی آلمانی‌ها یا در واقع اون بالاخره آلمانی که عقب مونده از صنعتی که در انگلستان شکل گرفته و این تقابلی که عرض کردم که همه چیز در خدمت این قرار میگیره که یه صنعتی هم ما باید صنعت ملی بله. داشته باشیم، آیا این بوده؟ در ببینید داستان جالبه هم خیلی پیچیده است. درست، آلمانی ها صنعتگران بسیار ماهر و خوبی هم. بله خب، اما اون موقع عقب مونده بود. اون موقع هم مهندسین فوق‌العاده‌ای داشتن آلمان. در دستگاه هیتلری مهندس‌های فوق‌العاده‌ای بودن. حتی اون صنعت تبدیل زغال سنگ، میدونید که زغال سنگ به بنزین، به نفت در آلمان عملی کردن اینا، اصلا داشتن اون صنعت رو. یعنی آلمان که نفت نداشت، از زغال سنگ بنزین میگرفتن اینا. خب البته خیلی گرون در می اومد، ولی براشون قیمت مهم نبود که، چون بازار براشون مهم نبود، این کار میکردن. میدید اون کاری که اتفاق میفته در ارهارد میکنه در حقیقت اینه که میگه که این مسئله اقتصاد مسئله مهندسی نیست، اقتصاد یه علم پیچیده‌ایه که بازار، فقط بازار آزاد فقط میتونه مشکلات اینا حل بکنه. درسته؟ این اعتقاد حتی آمریکایی ها که معروف به سرمایه‌دار بودن سیاست مدار آمریکایی انقدر اینو قبول نداشتن، چون ارتش اشغالگر آمریکا مانع این کار میشد، گفت قیمت ها رو نباید آزاد کنید. اون ارهارد در یه روز یک شنبه اینو اعلام میکنه. خب وقتی که اینو اعلام میکنه عمل انجام شده است دیگه، و آمریکایی‌ها خیلی مضطرب میشن، نگران میشن، یه حالا با این تظاهرات مردم چه کار بکنیم؟ میگه خب تظاهرات مردم رو باش کنار بیاریم دیگه، باید بهش توضیح بدیم. این تظاهرات گسترده بر علیه این سیاست‌ها چندین هفته یا چندین ماه ادامه پیدا میکنه، ولی ارهارد میگه که باید تحمل کرد. روی دیگر سکه چیه که آمریکایی‌ها عقب میشینن از موضعشون؟ اینه که آمریکایی‌ها یه دفعه می‌بینن که مغازه‌ها پر شد از کالا. او کالاهایی که قحطی بود، قیمت‌ها که آزاد شد، تولید شد. بله، تولید شد، نه تولیدش بود. تو بازار مخفی خرید و فروش می‌شد، هم کم بود، هم قیمتاش خیلی بالاتر بود. وقتی که بازار آزاد می‌کنی،
چون عرضه زیاد میشه قیمت ها میاد پایین، قیمت های بازار غیر قانونی قبلی، بازار غیر آزاد قبلی، وقتی بازار آزاد میشه طبیعتا میاد پایین دیگه. به تدریج اون وقت میگن که همه چیز فراوون شد، بهتر شد، مخالفت های مردم هم کمتر شد. یعنی این مقاومت ارهارد در مقابل اون فشار سیاسی است که جواب میده و آلمانی ها میبینن که اینطوری شد، کالاها زیاد شد، قیمت ها اومد پایین، دیگه مشکل اون قحطی که وجود داشت که صرفاً با به اصطلاح اعانات آمریکایی، یعنی کالاهایی که از آمریکا می اومد تو توزیع می شد، دیگه لازم نیست آلمان رو اداره بکنه، آلمان میتونه خود تولید میره بالا. در حالی که قسمت شرقی آلمان همچنان با اونا پشتشون روسیه بود دیگه. اونا همچنان شوروی... با اعانه و اینا اداره میشه. بله، شوروی اونجا منتقل میکرد منابع رو به اونجا و اونجا میگفتن ببینید ما قیمتامون خیلی پایینه، اینجا که قیمت‌ها رفت بالا در آلمان غربی. ولی آلمان غربی با اون سیاست‌های ارهارد یه رشد چشمگیری پیدا میکنه. رشد پایدار چند دهه‌ای. پایداری پیدا میکنه و آلمانی ها اون التهاب میخوابه و نشون میده که رویکرد ارهارد درست بوده و اینکه جسارت و نترسی اون که پشتیبان به اصطلاح پشتگرمه به چی بود؟ به علم بود، به اقتصاد. میگفت که آقا اقتصاد آزاد کنیم کالا تولیدش زیاد میشه، قیمت گذاری نکنیم تولیدش زیاد میشه و اینطوری هم میشه. درسته، قیمت ها میاد پایین و این موفقیت ارهارد بود که اونجا اون اقتصاد آلمان اینطوری اصلاح میشه. درست. با اقتصاد آزاد که اینو بهش میگن مکتب وستاق اردو کپیتالیسم بهش میگن که سرمایه‌داری آزاده، منتها اصطلاحاتی که اونجا شما به کار بردید اون اصطلاحات رو نگر می‌دارن، یعنی اقتصاد اجتماعی میگن، اقتصاد سیاسی رو که اقتصاد آزاد هست توی زبان انگلیسی اونجا میگن اقتصاد اجتماعی، برای اینکه اون مردم اون دیدگاه همون دیدگاه چون بوده دیگه. ولی آلمان شما نگاه بکنید که آلمان یه اقتصاد، یک رشد پایداری پیدا میکنه بعد از جنگ که اتفاقا در بقیه کشورهای اروپایی اینطوری نیست. درست. وقتی که در بحران نفتی در سال 1973 اتفاق میفته، نفتی گرون میشه، یه دفعه چند برابر میشه، همه کشورهای غربی توی آل اروپای غربی حتی خود امریکا دوچار بحران میشن، قیمتها تورم میره بالا، تنها کشوری که خم به ابروش نمیاره آلمان هست. بله. چرا؟ چون آلمان اقتصادش آزاد شده بود. بله. اقتصاد آزاد، منطق اقتصاد آزاد اونجا کار میکرد. بله. علارغمی که بعداً حتی ارهارد میره کنار، ولی اونا اون سنت ادامه میدن، سنت اقتصاد آزاد رو. بله. اینه که در مقابل اون شوک نفتی سال دهه 70 میلادی آلمان ها خیلی سربلند از آب میان بیرون، تورم اونجا خیلی بالا نمیره و اقتصادش دچار مشکل نمیشه، اقتصادش تبدیل میشه یک قوی ترین اقتصاد اروپا. بله بله. از انگلستان جلو میزنه. بله. از فرانسه جلو میزنه، انگلستانی که هیچ وقت به اصطلاح اشغال نظامی هم نشده بود. بله. درسته. و بازسازی آلمان به سرعت زیر ساخت ها رو درست میکنه، زیر ساخت ها بالا میاد، در حالی که مثلا کشوری مثل ایتالیا یا فرانسه یا حتی خود انگلستان اون بازسازیش کنتر از آلمان پیش میده. آلمان به سرعت همه چیزش درست میشه. چرا؟ چون به اقتصاد آزاد روی میاره. یعنی همون تفکری که توی آلمان بود ضد تجارت بود، آلمان به رتبه یک صادر کنندگان جهان میرسه در یک سال. الان هم اینطوریه دیگه، ادامه همون وضعه دیگه. بعد از آمریکا فکر میکنم دومین صادر کننده بزرگ دنیا آمریکاست، آلمانه. آقای دکتر،
یه دو تا مسئله اینجا من میخوام بهش بپردازیم در ادامه مصاحبه، حالا مانی هم سوالهایی داره بگه. یکی این که من میخوام ببینم چجوری این سوء تفاهم رو میشه برطرف کرد، که خیلی ها فکر میکنن که آلمان در واقع اون اقتصاد آلمان دوره هیتلر ساخته شد به هم به دلیل همون تفکری که اینا خیلی مظاهر اقتصادی جاده و نمیدونم صنعت خاص و صنعت نظامیگری و اینا پیشرفت کردن یا توی زیر ساخت ها. حتی توی خاطرات ایرانی ها هست که آلی خانی هست که به من علم گفت برو همون کاری که دکتر شاخت کرد برو انجام بده، یعنی اون هم در واقع توی دستگاه هیتلر بود، در حالی که آلمان رو اونا نساختن در واقع. یعنی تاریخ نشون میده که حتی 2 سال پس از جنگ جهانی دوم آلمان در قحطی بود، یعنی تا 47-48 که ارهارد در واقع اون اصلاحاتش رو کلید میزنه، آلمان یه اقتصاد ورشکسته قحطی زده کاملا وابسته به اعانات آمریکایی در واقع زندگیشون رو میگذرنده. این ولی به نظر میاد که این نقطه مرزی که آلمان از اون تجارت ستیزی، از اون اقتصاد ستیزی، یه در واقع در یک مقطع تاریخی خیلی مرز باریکی داره، یعنی طولانی نیست، یعنی هیچ و این مرز هیچ وقت دیده نمیشه. بذار من یه توضیح بدم اینجا خیلی روشنگره. ببینید وقتی که جنگ تمام میشه، جنگ دوم، تمام زیرساخت‌های آلمان نابود شده تحت بمباران‌ها. بله، یعنی اون زیرساخت‌هایی که هیتلر درست کرده بود چه همه از بین رفته بود، راه آهن، جاده، کارخونه ها، حتی بمباران شده بود، از بین رفته بود. یعنی زیرساخت‌های محصول دوره آلمان هیتلری نبود که بعد از جنگ آلمان رو درست میکنه، چون آلمان نابود شده بود از نظر زیرساخت‌ها. اون فکر اقتصاد آزاد بود که میاد همه اینا رو به صورت معجزه آسا، میگن معجزه اقتصادی آلمان دیگه، بعد از جنگ. این معجزه اقتصادی آلمان معجزه اقتصاد آزاده، یعنی همه این زیرساخت ها بعد از جنگ درست میشه. قبل از جنگ زمان اون چیزایی که هیتلر ساخته بود همه نابود شده بود، وجود نداشت دیگه. اینا رو همه رو درست میکنن، جاده ها رو درست میکنن، راهن رو درست میکنن، همش با اقتصاد آزاد، با منطق اقتصاد آزاد این کار انجام میدن. درسته این سوء تفاهم بزرگیه که فکر میکنن که مثلا زیر ساخت های مادی رو هیتلر از خودش به یادگار گذاشت. نه، هیتلر همه رو از بین برد. یعنی هیتلر نه، متفقین اونا رو نابود کردن. بمباران ها، تمام کارخونه های آلمان بمباران شده بود. تمام نمیدونم زیر ساخت های آلمان، جاده ها، فلان اینا، اینا همش بعد از جنگ ساخته میشه. اینجا آقای دکتر با اقتصاد آزاد اون اثر تحول اندیشه روی تحول مادی رو کاملا اونجا مشاهده میکنید. و اون دکتر شاخت خیلی جالبه. دکتر شاخت اورسیان زبان هیتلری بود که البته خب دانشگاهی بود و اینا، نه نیار میدارن. و جالبه که اینا زبان شاه مثلا میخواستن کارشناس آلمانی بیارن، دکتر شاخت بیارن، عوضی که یه آدم طرفدار اون که باعث پیشرفت آلمان شده بود بیارن، که باعث پسرفت آلمان شده بود نمیارن. به همین دلیل میگم آقای دکتر، انگار توی ذهن خیلی مونده بود، حتی اون زمان که خیلی زمان نزدیکی بود، حالا که اونا باعث در واقع پیشرفت آلمان شدن. این نشون میداد که خب اینا اصلا نمیفهمن که آلمان چه جوری پیشرفت کرد. چرا رفتن سراغ شاخت آورده؟ میدونه؟ و شاخت البته فقط تو ایران دیگه میشناختن اون رو. شاخت رو زمان جنگ در آلمان معروف بود. به هیتلر داشتن. بعد از جنگ چون این به اصطلاح از سربازای هیتلری بود، تو آلمان دیگه اصلا اعتباری نداشت. ولی چون با آلمان بعد از جنگ آلمان لیبرال شده بود، دیگه به شاخت کاری نداشت، اونام تو دانشگاه درسشو میداد. ولی ایرونی رفته بودن اون آورده بودن، به جایی که مثلا یه آدم نزدیک به ارهارد رو بیارن، شاخت آورده بود.
که ارهار در واقع اون اندیشه جدید رو وارد سیاست گذاری میکنه. بله بله، اون اندیشه جدید و آلمان با اندیشه اقتصاد آزاد ساخته میشه، نه با دستاوردهای مادی هیتلری. چون دستاوردهای مادی هیتلری قابل ملاحظه بود ولی همش از بین رفته بود. کارخونه ها به صورت مادی عینی بمباران شده بود، از بین رفته بود، کارخونه دیگه نبود توی آلمان. اینا رو همه رو بعد از جنگ میسازند که اون معجزه اقتصاد آلمان هم این استش. معجزه آلمان، معجزه اقتصاد آلمان، معجزه اقتصاد آزاده، معجزه اقتصاد رقابتی. این از همه بهتر خود آلمانی ها اینجورستن. بس آقای دکتر، من اگه بخوام در واقع یه تعبیری بکنم، شاید اینجوری باشه که بگیم آلمان قرن بیستم رو به دو نیمه میشه تقسیم کرد. نیمه اول آزمایشگاه اندیشه های مخرب اقتصادی و نیمه دوم آزمایشگاه اندیشه های مدرن اقتصادی. دقیقاً. و آثارش هم در هر دو نیمه دقیقاً در حتی تا به امروز مونده. بله. این قدرت اقتصادی آلمان، قدرت اقتصاد آزاد آلمانه دیگه. بله. آلمان همیشه یکی از آزادترین اقتصادهای اروپا بود. بله. همیشه. درست. بعد از جنگ البته میگم. درست. بعد از جنگ یعنی بعد از ارهار، تا حتی بعد اون دو سال اول بعد از جنگ نه. درست. خوب نبود. اون آمریکایی‌ها جلوی اون چیزا وایستاده بودن، جلوی اصلاحات میترسیدن از پیشنهادهای ارهار، ولی ارهار در مقابل اول انجام شده اونا رو قرار میده و یه ریسک سیاسی بزرگی رو میپذیره. ریسک خیلی بزرگی بود. بله و موفق میشه. درست. یه نکته‌ای هم درباره این رشد سال‌های جنگ آلمان هست که خیلی از اقتصاددانان تعجب کرده بودن. گفتن آلمان به بسیاری از سربازهاش بهترین نیروی کارش رفتن جنگ و اقتصادش کار نمی‌کنه، اما عدد داره ما نشون میده رشد داره اتفاق میفته. نکته‌ای که خیلی توجه نمی‌کنن تو بحثی که در مورد این رشد اقتصادی هست اینه که اون جی دی پی که داره رشد می‌کنه، یکی از بخش‌های فرمول جی دی پی گورنمنت اسپندینگه. خرج دولته. دقیقاً. اون به خاطر تولیده اون عدده بزرگ نشده. دولت پول داشته چاپ می‌کرده و این اقتصاد بزرگ شده. فکر کنم یه جنبندی می‌خواد. دقیقاً یک تورم وحشتناکی تو آلمان بود دیگه زمان بعد از جنگ. هم قحطی بود دیگه، قحطی تورم ایجاد می‌کنه دیگه. منتها همه فکر می‌کردن که با این قحطی و تورم چیکار بکنه؟ ارهارد این جسارت رو داشت با اعتقادی که به علم اقتصاد داشت، گفت اقتصاد رو آزاد کنیم همه چی درست میشه. اون طرف تا یه نفر میخواست که جرأت داشته باشه این کارو بکنه و قدرت داشته باشه این کارو بکنه. ارهارد زندگی خودش رو روی داف گذاشت، شرط بنده کرد، چون اگه ناموفق میشد اون از بین میبردن دیگه. تو هم ریسک اقتصادی داشت هم ریسک سیاسی. بله همه چی. آقای دکتر، حالا آزمایشگاه در واقع اندیشه ها گفتم، شاید بشه گفت که در جغرافیا هم این انجام شد. تو آلمان شرقی که همون نژاد هست، همون فرهنگ هست، همون تاریخ هست، به قول مکتب تاریخی یه اندیشه دیگه اونجا در واقع ادامه پیدا می‌کنه. این نشون میده که این اندیشه است که تعیین کننده است. یعنی آلمان شرقی همچنان همون میمونه. بله. و حتی اون نهادها نیست. بله بله. نهادهای اجتماعی و تاریخی خب تو هر دو آلمان بود دیگه، اونجا هم بود این برم بود. هر دو آلمان بود. هر دو آلمان مثل کره. کره شمالی و کره جنوبی نهادهاش ریشه‌اش یکیه دیگه. فرهنگ کره فرهنگ یه فرهنگ دیگه. ولی وقتی که شما اقتصاد رو آزاد میکنید اون معجزه اونجا اتفاق میفته. چون الان امکان داره نسل جدید اندیشه است که معجزه میکنه. نه اون زیر ساختا. چون امکان داره این در واقع نسل جدیدی ها که دارن برنامه رو میبینن ندونن که در واقع تا 20-30 سال پیش آلمان دو تا آلمان بود بعد از جنگ جهانی دوم و یه خط مرزی کشیدن، حتی جاهای دیوار کشیدن، دیوار برلین معروفه، که در یک بخشی از آلمان، یعنی همون جای آلمان غربی که ارهار در واقع سیاست گذاری اقتصادی رو پیش برد، اندیشه اقتصاد آزاد رو حاکم کرد و سیاست گذاری مبتنی بر اون رو، در بخش شرقی سیاست های همون مارکسیستی ادامه پیدا کرد، متمرکز ادامه پیدا کرد که در واقع
دیگه آرزوی آلمان شرقی ها این بود که همیشه برن سمت آلمان غربی که حتی دیوار کشیده بودن که بله. یه جمله جان اف کندی داره در مورد دیوار که صحبت کرد، میگه بله دموکراسی عیب‌هایی داره، بله سرمایه‌داری اشکالاتی داره، ولی ما هیچ وقت مجبور نشویم دیوار بکشیم که مردممون رو تو کشور خودمون نگه داریم. فکر کنم جنبندی بشه ناسیونالیسم اقتصادی، یعنی این اندیشه مکتب تاریخی و اون آزمایش توی شرق آلمان ناسیونالیسم اقتصادی که میزس هم میگه ناسیونالیسم اقتصادی فلسفه جنگ است. شاید برای مخاطب ما لازم باشه یه تعریفی از ناسیونالیسم اقتصادی. من ارجاع میدم به کتاب The Law of Economic Nationalism از استاد دانشگاه جورج میسن رینرت. تعریفی که ارائه میده، میگه ناسیونالیسم اقتصادی برای این ایده استواره که بهترین ایده برای حمایت و بهروزی ملت ایده حمایتگرایی، دوری از چند جانبه گرایی، تفکر جمع صفر برنده بازنده در تجارت خارجی و حمایت ملی از فناوریه. و دوست دارم بدونم که در مورد آلمان جنگ جهانی صحبت کردیم، در مورد مکتب تاریخی صحبت کردیم، تو جهان امروز اندیشه ناسیونالیسم اقتصادی رو کجا میتونیم ببینیم؟ هنوز هست و این اتفاقا بدبختی امروز در دنیا هست که در کشوری مثل امریکا، ایالات متحده امریکا، آدم سیاسی محبوبی پیدا میشه، محبوب البته حالا حداقل نصف بیشتر امریکایی ها دونالد ترامپ آدم محبوبیه براشون دیگه. دونالد ترامپ ولی یه ناسیونالیسته، ناسیونالیست اقتصادیه، اقتصاد آزاد رو محدود میکنه و اون زمانی هم که سر کار بود این کار کرد، جنگ‌های تجاری با چین و بله بله اینجوری، یعنی اون اصلا به اقتصاد آزاد اعتقاد نداره، در حرف میزنه ها حرفشو، چون میدونه که فرهنگ آمریکایی مخالفت با اقتصاد آزاد رو نمیپذیره. ولی این در کنار اون اتفاقا یه نوع ناسیونالیسم اقتصادی رو داره تبلیغ میکنه دونالد ترامپ و این خطر بزرگیه در آینده هم اگر در امریکا پیروز بشه، این خطر بزرگی برای تمام دنیا هست که اون یک جنگ به اصطلاح اقتصادی بین ملت‌ها ایجاد بکنه، خب حمایتگرایی رو رایج بکنه. دونالد ترامپ به این طرف رفت دیگه، دونالد ترامپ اعتقادی به اقتصاد آزاد و رقابتی به اون صورت نداره، در عملش هم نشون داد و فکرش که بیشتر نشون داد. وقتی میگه که اول آمریکا یعنی چی؟ اول آمریکا با اقتصاد آزاد همخوانی نداره. در اقتصاد آزاد اول نداره. در اقتصاد آزاد یعنی آزادی. اول آزاد. اول آزادی. و دنیا اگر پیشرفت کرد، چین انقدر پیشرفت کرد، به خاطر این بود که اون فضای اقتصاد آزاد براش فراهم شد. درسته که خود چین اقتصاد آزاد رو کاملا قبول نداره، نصف چین تقریبا میشه گفت نصف به اصطلاح پتانسیل اقتصادی چین اقتصاد دولتی هنوز، ولی اون نصفی که آزاد کرد ببینید چقدر پیشرفت کرد. درسته این پیشرفت رو، اون خطر بزرگی که دونالد ترامپ دنیا رو تهدید میکنه اینه، چینی ها عاقل‌تر از اون هستن که اینو نفهمن که اقتصاد آزاد باعث پیشرفتشون شده. ولی اگر در محاصره ناسیونالیسم اقتصادی قرار بگیرن، اونا هم میرن به طرف ناسیونالیسم اقتصادی و اون وقت دنیا دنیای بسته‌ای میشه، تجارت محدود میشه، تجارت آزاد در سطح دنیا همه ضرر میکنن، یعنی اقتصاد جهانی ضرر میکنه. این خطری که در آینده تهدید میکنه اینه. یه خطر سیاسیه که از یه فکر غلط ناشی میشه. که اون در آمریکا که بزرگترین اقتصاد دنیاست، یه نفر بیاد سر کاری که بگه اول آمریکا. شما در اقتصاد اگر بگید اول آمریکا، یعنی گور خودتو کندی، گور رشد اقتصادی رو کندی در تمام دنیا. چرا؟ چون آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست و تو همه جای دنیا اثر میذاره. آقای دکتر، این به نظر میاد که یه خطراتی برای حتی این
زندگی مسالمت آمیز جهانی هم ممکنه داشته باشه. من از این میخوام یه فلشبک بزنم، برگردم به اوایل همین قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم که این اندیشه های ملی گرایانه اقتصادی و حمایت گرایانه شکل میگیره. خیلی ها اعتقاد دارن که باعث جنگ اقتصادی میشه و جنگ اول و دوم جهانی انعکاس این جنگ اقتصادیه. دقیقا اینطوریه. بله، هر دو جنگ شما ریشه های اقتصادیشو بگید، اون ناسیونالیسم اقتصادیه که آلمان در هر دو جنگ خواست اینو جلو ببره. و متفقین و نیروهای دیگه هم دنبال این منطق کشیده شدن. درست. گرچه به صورت تئوریک اعتقاد نداشتن. آمریکایی‌ها اون زمان، زمان جنگ دوم، اقتصاد آمریکا همیشه اقتصاد آزادی بوده. درسته که دوره روزولت مثلا دهه 30 میلادی اون تحت تاثیر اندیشه های کینز یه مقدار اقتصاد آمریکا دولتی میشه و این لطمه میزنه به اقتصاد آمریکا، ولی کلا فرهنگ آمریکایی فرهنگ اقتصاد آزاده. درسته. و این بزرگترین شانس برای همه دنیا بود. چرا؟ چون آمریکا اقتصاد بزرگترین اقتصاد دنیا بوده مدت هاست، دهه های طولانی است اینطوری. ولی اگر یک روز آمریکایی از اقتصاد آزاد روی برگردونن، این فاجعه نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام دنیا خواهد بود. چرا؟ چون آمریکا بزرگترین وزن اقتصادی رو در اقتصاد جهانی داره. درست. یعنی عملا برخی زمزمه هایی که از جنگ در واقع بعدی بین آمریکا و چین در واقع داره شکل میگیره به دلیل همین جنگ اقتصادی که در واقع شکل گرفته. بله. و متاسفانه خود آمریکا هم بیشتر به یه نوعی سردم داره. اینجا این جنگ خیلی هست. جالبه دیگه. اینجا جالبه که شما ببینید به رغم اینکه مدعی اقتصاد جهانی، به رغم اینکه چینی ها ایدئولوژیش رسمیشون تو قانون اساسیشون مارکسیسم لنینیسم دیگه. هنوز مارکسیسم لنینیستن. ولی در عمل عاقل تر از اونن که این چیزا رو نفهمن. یا منطق اقتصاد رو نفهمیدن. درستی که در حرف نمیزنن. حالا اون حرف یه داستان طولانی داره دیگه. درست. که چرا اونا همینطور میگن که ما مارکسیست لنینیست هستیم، در عمل که نیستن.